حتی خانم تونکابونی عزیز که افتخار هم ولایتی بودنشون دارم، بنده شمالی هستم، و خانم دکتر رهنورد که در واقع دو جور احساس من دارم، جوانیم رو، نوجوانیم رو مقارن با انقلاب با مقاله های خانم رهنورد میگذروندم، تشنه این بودم که پیدا کنم اسلام به زن اجازه قضاوت میده. الان دقدقم نیست، البته یه جور دیگه پیدا کردم که نیازی به این قضیه ندارم، ولی واقعیت اینه که مایی که به اسلام معتقد بودیم و از این راه پیش می رفتیم، این مقاله ها برای ما خیلی، الان من نسبت به همه اونها یک نوع نوستالژی دارم که فکر میکنم شخصیت من رو، بخشی رو اون مقاله ها ساخت و پرداخت و یه توقف طولانی افتاد در یکی آشنایی با یکی عزیزانی که اینجا هستم و من به افتخار آشناییشون رو در مقاطع مختلف داشتم. همیشه این حسرت رو داشتم، دوست دارم به دوستان خودم اعلام کنم که چه زمانی رو من از دست دادم وقتی که با اونها نزدیک نبودم و از این همه برکت فکری اونها نتونسته بودم طی سالیان دراز استفاده کنم. دقیقا همین احساس نسبت به صحبت‌های خانم تونکابونی که فکر می‌کنم همه الان بعد از پشت سر گذاشتن اون دهه رعب و وحشت دهه 60 این احساس رو دارن نسبت به عزیزانمون که طرز فکرامون اصلا هیچ نقشی تو این قضیه و این احساسمون نداره. خیلی خیلی برکت بزرگی بین ما داره اینجوری تقسیم میشه. یه نکته قانونی دغدغه ذهنی منه که کوتاه در میون بذارم. دوستان ما، اونایی که کمی به اصطلاح موضع‌گیری‌های رادیکال تری دارن، معمولاً اصلاح طلبان رو متهم میکنن که چرا میاین نسبت به دوره خودتون فقط اشکافات قانونی رو در نظر میگیرید. این ایراد درسته، شما بیان نسبت به دهه 60 که این اجحافات بوده نسبت به گروه های دیگه در نظر بگیرید. بنده نمیخوام از اصلاح طلب دفاع کنم، چیز نیستش، ولی من میخوام اینو یکم عقبتر ببریم. اما دوستان عزیز، همین دوستان ما، همین خود ما که تو اون دوره زیر فشار بودیم، معمولا یه دوره عقبتر رو امتنا میکنیم. یه دوره عقبتر که بود محاکمه وابستگان رژیم سابق، همه وزیر و وکلایی که محاکمه شدن بدون حضور وکیل، بدون تشریفات دادرسی، یه دفاع ماهوی از خودشون داشتن. اونا میگفتن که آقا ما تو شکنجه های ساواک که دخالتی نداشتیم، ساواک زیر نظر مثلا وزارت کار یا وزارت آموزش و پرورش که فرخرو پارسا اولین زن وزیر اعدام شد بعد انقلاب، انجام وظیفه نمی کرده. شما به یه اتهام میتونید ما رو محاکمه کنید. سکوت در مقابل جنایت، این دفاع درست بود. گفتن شما به اتهام سکوت در مقابل جنایت ما رو محاکمه کنید، ولی به ما اجازه وکیل بدید. ببینید، هیچ کدوم ما این دفاع اونها رو نشنید. به بخشی از ما در دهه 60، به بخشی در دهه 70 و اکنون در دهه 80 رسید. پس خواهش میکنم این اشتباه تاریخی رو که ما بگیم اصلاح طلب ها، همه ما در ایجاد این شرایط سهیم بودیم، دخیل بودیم، بگذاریم اشتباهمون رو اصلاح کنیم. خیلی ممنونم. خیلی محترم میشمارم این فرصت رو که آسان هم به دست نیامده، این گرده هم نشستن ما که بابت یک خواسته های مشترک و نه تفاوت هامون اینجا نشستیم. از خانم رهنورد تشکر میکنم به دلیل این فرصتی که در اختیار ما گذاشتم. ما میدونیم که این سالهای اخیر چقدر یه جاگیر آوردن برای اینکه 8 مارس رو کنار هم باشیم و به هم تبریک بگیم کار سختی شده بود. فشارهایی که این مدت بر فعالان جنبش زنان وارد شد، فقط به دلیل اینکه در یه روزهایی به یه مناسبتهایی در منازل شخصیشون گرد هم اومدن، همه این دوستان اینا رو خبر دارن. اینجا میخوام از فرصت استفاده کنم، از خانمهایی که همکنون در زندان هستن، خانم
اول از همه از موکل خودم خانم آریه اقلندوز صحبت کنم که به دلیل فعالیت برای جنبش زنان در زندان به سر می‌بره. خانم عاطفه نبوی، شیوا نظرآبادی و خیلی از زنان دیگری که حتی نامشون رو ما نمی‌دونیم در زندان به سر می‌برن. بسیاری از اونها از معترضان بعد از انتخابات هستن. یه نکات خیلی مشترکی بین جنبش اجتماعی که الان وجود داره و جنبش زنان، تجربه‌ای که ما طی سال‌های اخیر رو پشت سر گذاشتیم، وجود داره که شاید بد نباشه به اونها اشاره بکنم. من به یه تجربه میخوام اشاره بکنم. جنبش زنان در ایران چند سالی رو پشت سر گذاشته با اوجگیری سال‌های اخیر. خیلی بی‌تعارف به شما بگم، به 10% خواسته‌هاش هم نرسیدیم، اما یک جنبش بی‌بازگشت شد. آنچنان که اخیراً دادگاه‌ها نسبت به بسیاری از فعالان جنبش زنان احکام برائت صادر کردن، اما این احکام دیرهنگام بود. سالیان درازی رو اونها با بازداشت‌ها و بگیر و ببندها و زندان‌ها و کنترل‌های مداوم و جو پلیسی پشت سر گذاشتن، اما به یک جریان جاری و ساری در جامعه و در جامعه بین‌المللی تبدیل شدن. ما در دادگاه‌ها در دفاع از موکلین خودمون، بنده میگم ما، چون وکلایی بودن که تو این زمینه فعالیت میکردن، همیشه به قاضی میگفتیم که طرفداران این جنبش در خانه‌های شما زندگی میکنن. خاطرتون هست خانم احمدی، شما خودتون این در دادگاه خودتون به قاضی گفتید و قاضی تایید کرد که طرفداران این جنبش در خانه‌های، ولی ما اجازه نمیدیم که خواسته هاشون رو بیان بکنن، همونجور که در صحنه اجتماعی هم اجازه نمیدادن. بنابراین من فکر میکنم جنبش زنان به دلیل هزینه ای که پرداخت جایگاه خودش رو تعیین کرد و هیچ کس این جایگاه برای اون، بارها در جلسات سخنرانی میگفتن که ما انتظار نداشتیم جنبش زنان چنین هزینه هایی رو حاضر باشه پرداخت. این اتفاق در حال حاضر برای جنبش سبزی که برایندی از همه این جنبش های منفکس هم بود، نقش مهم جنبش سبز این بود که تمام این جنبش های منفکس هم و گرده هم آورد و تونست یک جریان فراگیر ایجاد بکنه. فکر میکنم در همین نکته نهفته است. رأیش رو پس بگیره یا نگیره، به یه جنبش فراگیر بین المللی و داخلی تبدیل شدیم. فقط یه عرض کوچک بکنم و رفع زحمت بکنم، اونم اینه که ما گرچه که به ریشه اعتقاد داریم، ما میدونیم که فعالیتمون در داخل خودمون خیلی ارزشمنده و همین دلیل، به دلیل اختلافاتی که در داخل خانه خودمون داریم، هرگز خانه رو ترک نمی کنیم و میمونیم تا اصلاح کنیم وضعیت خانه خودمون. درختی که اشکالی براش پیش میاد حتما باید ریشه ها جستجو بشن، اما همیشه درخت برای رشد خودش غیر از تمام عوامل مربوط به ریشه، به عوامل خارجی از قبیل آب و نور هم احتیاج داره. بنابراین ما این مجاری تنفسی بیرونی خودمون که در واقع انعکاس افکار عمومی بین‌المللی هست، استفاده از رسانه‌های بین‌المللی هست، برای خودمون نمیبندیم. کسانی که ما ایده های اونا رو قبول نداریم، از تمام این رسانه های بین المللی با زیر پا گذاشتن اصول استفاده میکنن و من توصیه‌ام اینه که ما از این رسانه های بین المللی با رعایت اصول خودمون استفاده بکنیم. خیلی از حوصله شما ممنونم. از شما هم ممنونم.